تابستون سال 66 اولین کاروان از نفتکش‌های کویتی با پرچم و پوشش ناوگان جنگی آمریکا در خلیج فارس حرکت خودش رو شروع کرد. وسط این کاروان نفتکش غول‌پیکر کویتی ارخا با نام مبدل بریجتون وجود داشت که به طور کامل اسکورت می‌شد. یه سفر خاص و پر از سر و صدا برای آمریکایی‌ها با کلی خبرنگار که روی عرشه مشغول پوشش خبری بودند. پیام مخابره شده به کل دنیا واضح بود. ایرانی‌ها نه میتونن و نه جرأت نزدیک شدن به این نفتکش رو دارن. اون روزا عراق نفتکشایی که نفت ایران رو جابجا می‌کردن هدف قرار داد و نفت خودش رو با کشتی کشورهایی مثل کویت جابجا می‌کرد. کویت هم برای تأمین امنیت محموله‌هاش رفت سراغ آمریکا. اما ایران تصمیم گرفت که بازی رو به هم بزنه. خلیج فارسی که برای ایران ناامن باشه، برای هیچ کس امنیت نخواهد داشت. نفتکش بریجتون وقتی به 13 مایلی غرب جزیره فارسی رسید، در اثر برخورد با مین‌های کارگذاشته شده توسط نیروی دریایی سپاه منفجر شد و یه حفره به بزرگی 43 متر مربع در بدنش به وجود اومد. این بمب اول محسوب می‌شد، اما بمب دوم اخباری بود که در رسانه‌های دنیا پخش شد. هیمنه آمریکا شکسته شده بود. در رأس نیروهای ایرانی که این عملیات رو به عهده داشتن، اسم یه جوان بوشهری می‌درخشید. نادر مهدوی. چند ماه از این اتفاق گذشت. عصر روز 16 مهر ماه سال 66، سردار نادر مهدوی که فرمانده ناوگروه دریایی ذوالفقار بود، با چند نفر از همرزماش در حال خوندن نماز مغرب و عشا توی جزیره فارسی بودند که یه دفعه صدای یه انفجار بزرگ توجه همه رو به خودش جلب کرد. نیروهای آمریکایی با چند فروند بالگرد کبرا به جزیره حمله کردند. بعد از چند دقیقه درگیری شدید، فقط چند نفر از جمله مهدوی زنده موندن و کارشون به اسارت کشید. دستگیری نادر برای دشمن اهمیت زیادی داشت. اینو میشد از جنازش که 6 روز بعد از عمان به ایران فرستاده شد فهمید. آمریکایی‌ها سینه‌شو با میله‌های آهنی سوراخ کرده بودند و با شلیک چند تا گلوله به شهادت رسوندنش. عصبانیتی که نشون دهنده یه چیز بود. ضربه کاری نادر مهدوی به دشمن.